سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبان های جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با هم دیگه دومین برنامه تیترای ورزشیمون رو داشته باشیم یا تیترای جنجالی رو ببینیم تو روزنامه کشور چه خبره. اولین روزنامه که سراغش میریم روزنامه خبر ورزشی، ببینیم چیا گفته. اون راست بالا نوشته دین محمدی گفته که نکونام یارگیری خوبی داشت، رقیب اصلی استقلال فقط پرسپولیس است. با حرف آقا سیروس موافق نیستم، به خاطر اینکه من فکر میکنم که تراکتور سپاهانم بازیکنای بسیار بسیار خوبی گرفتن و قشنگ هم میتونن رقیب استقلال باشن. چپ بالا لاپورتا از خرید ویلیامز ناامید شده از تلاش همه جنبه بارسا برای خرید دو ستاره. میگن که چون نمیتونن حالا ویلیامز رو بخرن، دنبال دنی اولمو هستن، حالا قرارداد اون رو دارن میبندن، ولی ویلیامز با بیلباو تمدید کرده. این طرف سمت راست پایین کاکوتا قرارداد بست، خط هافک استقلال خارجی تر شد که من بهتون گفته بودم که حالا تو ویدیوی قبلی هم که داشتیم گفتم کاکوتا عملا کارش تموم شده، ولی تا برسه و به قول اون تست رو تایید کنن و ثبت کنن رو نمایی بشه یه مقدار بعد طرفدارا صبوری کنن و یعنی قرارداد بسته شده. این پایین از این جذابتر امکان ندارد. استقلال مقابل نیمار، پرسپولیس رو در روی رونالدو. این تیتر به نظر من یه مقداری اشتباهه، چون اینا فکر میکنن استقلال باید با الهلال بازی کنه که این قسمتش درسته و میگن پرسپولیس باید مقابل رونالدو بازی کنه. ببینین اگر سپاهان برسه که من متاسفانه شانس سپاهان رو بسیار کم میدونم به خاطر اینکه شباب الاهلی بسیار بسیار تیم خوبیه، ولی اگر سپاهان برسه اون موقع پرسپولیس هم مقابل رونالدو اینا و انس قطعی میشه، ولی احتمال اینکه استقلال هم مجبور شه با رونالدو اینا بازی کنه و پرسپولیس هم مجبور شه با تیم نیمار اینا بازی کنه بسیار بسیار بالاه. اینجوری نیست که مجبور باشن یکیشون بازی کنن، تازه امکان داره هر دوتاشون توی تهران از اینا به قولی میزبانی بکنن. باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته. قرعه کشی که انجام شد همه چی معلوم میشه. این طرف پرواز شاگردان رنگرز به سوی خوشبختی. خب همونجوری که میدونین تیم ملی کشتی فرنگی خودشو به پاریس رسونده و آماده دارن میشن که برامون افتخار آفرینی رو شروع بکنن. خب طبق چیزی که همیشه اتفاق میفته تو همه ورزش‌ها، معمولا ما توی المپیک هیچی نمیشیم تا برسه به کشتی و وزنه برداری و تکواندو. حالا بعضی وقت استثنایی اتفاقی مثلا توی شمشیربازی بیفته، توی تیراندازی، تیر و کمان، از این اتفاقا بعضی وقت یه ستاره یه زمانی یه روزی بازیش میگیره و از این اتفاقا میفته، اما خب معمولا تو همین ستاره میتونیم مدال بگیریم. در تیراندازی تپانچه فکر 25 متر هم هست که رستمیان، خانم رستمیان به فینال صعود کرده. امیدواریم که موفق بشن، هرچند من یه مقداری بعید میدونم که بتونن مدال بگیرن. روزنامه دومی که بررسی میکنیم روزنامه گله با یه تیتر نسبتا جنجالی. غیبت خداداد در بازی تیم 98 به دلیل حضور قلعه نویی، دلگیر از امیر. من برام جالبه، خداداد همیشه در حال چرت و پرت گفتن به همه است و بعد از بقیه شاکی هم میشه. خیلی شخصیت جالبی داره و به نظرم عکس رو هم خیلی خوب انتخاب کردن. خداداد همیشه در حال به قولی عربده کشی و داره با همه دعوا میکنه. خیلی اوقات حرفایی هم که میزنه حرفای غلطیه، علل خصوص اون حرفی که تو برنامه زنده زد که گفت آقا زدنت برو بزنش. ببین اینکه زدم تو گوشت وایسی یکی دیگه تو گوشت بزنن درست نیست، ولی اینم که زدم بری دعوا بکنی هم خیلی درست نیست. این همه اتفاقات بدی که میفته که ملت به خاطر زندان میفتن و حالا بعدن کار به جاهای دیگه هم میکشه که خیلی باریکتره، خیلی به نظر حرف درستی نبوده که از یه آدمی که میاد تو تلویزیون جلو اون همه آدم داره صحبت میکنه یکم زشته، ولی خب خداداد این شکلیه. سمت چپ نوشته بالا کاکوتا پس فردا با خانوادهش به ایران میاد، محل اقامتش در تهران را هم تایید کرده. همونجور که میدونین کاکوتا تو اردوی استقلال توی ترکیه بوده، تستش هم داده. تست حالا چون ترکی بوده بعد انگلیسی بشه یه مقدار از این نظر مشکل پیدا کرده، ولی کار تموم شده است. تمرینات استقلال هم که تموم شده اونا میخوان به تهران برگردن. کاکوتا میره کشور خودش و خانواده رو ور میداره و میاد تهران. محلی هم که براش گرفتن رو تایید کرده. پایین تر امروز تیراندازی دو میدانی و البته دوچرخ سواری، رستمیان بزن تفتیان بدو. ببینیم چی میشه حالا دیگه. پرسپولیس یک مهاجم گلزن و چارچوب شناس لازم دارد. اصلانیان هواداران از گاریدو فقط قهرمانی میخوان. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته چون که وضعیتشون خیلی به نظر من جالب نیست. استقلال این فصل دنبال قهرمانی باشد. ورمزیار تیم نکونام خیلی بهتر از قبل شده. 100% با آقا ساده موافقم، ایشون درست میگن. استقلال امسال 4-5 پله از استقلال پارسال
از نظر مهره بهتره و به جای یه سیستم میتونه چند تا سیستم بازی کنه و اسکوادش هم پرعمقه. من به شخصه هیچ بهانه ای رو از آقا جواد قبول نمی کنم. باید با تمام قدرتش بره برای بردن همه بازی داخل لیگ ایران. من یه مقداری تو خارج از ایران خوشبین نیستم. کسایی که کانال دنبال میکنن منو میشناسن. من خیلی برای جام باشگاه و اینا خیلی خوشبین نیستم. یعنی تیم صعود بکنه به اون مرحله حذفی من به شخصه راضیم. اگر حتی اون یه مرحله جلوتر بره که دیگه اصلا بعد یه کاپ به آقا جواد در حد قهرمانی آسیا بدیم. چون کار ایرانیا به نظر من خیلی سخته. اگر این کارو پرسپولیس هم بکنه به نظر من شاهکاره. یعنی هر دوشون اگر بتونن به اون دور نهایی برسن واقعا شاهکار کردن. بیرانوند زندگیش رو ساخت و فوتبالش را نابود کرد. عزیزیان اگر گندوز با دید گاریدو آمده میتواند خوب باشد. که حالا یه تیکه‌ای هم اومده که به قولی با نظر گاریدو اومده یا یه بحث دلالی و چیزی هست که حالا وقتی بیاد تو زمین و بازیشو ببینیم تکلیف معلوم میشه که واقعا چه شکلیه. ایران ورزشی رو با هم بررسی کنیم. المپیک برای از امروز هم برای ما دیگه احتمالاً لبیب نمیدونم حالا فکر میکنم دوچرخه سواری امروز شروع میشود. پیش به سوی موفقیت. اینور کماندار ایرانی ناراضی از پلیس برگشت. فلاح خیلی زود حذف شد. بله خیلی زود حذف شد. ایشون بازی اولش رو برد از یه تیم که یه کسی که خودش ضعیف‌تر بود و بازی دوم باخت و خیلی راحتم حذف شد. پایین‌تر اوضاع ناگوار سندنی دست‌ها را رو می‌کنه. تعارض شدید فقر و ثروت در پاریس. شما پاریس رو الان دارید نگاه میکنین به عنوان میزبان المپیک خیلی چیز عجیب و غریبی. اولا رود سن که خب کثیف بوده و با اون آلودگی که داشته باعث مسمومیت چند نفر هم شده که حتی اعتراض هم کردن. حتی یه روز مسابقه رو عقب انداختن که بهتر بشه بازم نشد و این نشون میده که خیلی وضعیت خوبی از نظر خود اون آب و هوا و اون شرایط فیزیکی شهری هم خوب نیستن. جدا از این که حالا اون وضعیت مالی مردم هم به شدت دو تا جنس متفاوت رو کنار هم دیگه میتونن ببینن و به نظر من خوبه. مردم وقتی این چیزا رو دنبال میکنن و فکر میکنن مثلا پاریس رویاییه، لندن رویاییه، فلان شهر آمریکا رویاییه یا مثلا ونکوور کانادا با عجب شهریه، وقتی که کم کم ویدیوهاش در بیاد، یه مسابقه حسابی بین المللی توش برگزار بشه و ویدیوهای مردم عادی که خارج از رسانه‌ها که میخوان جای خوب و بد نشون بدن بیرون بیاد، معلوم میشه که هیچ جای دنیا بهشت نیست. دوئل چین و آمریکا در بالای جدول مدال‌ها. کاروان ایران همچنان در حسرت مدال. به نظر من خیلی دوئل نیست، چین با فاصله بسیار زیاد به نظر من آمریکا رو رد میکنه و امسال هم اول میشه با اینکه کلی طلای تیراندازی و تیر و کمان و اینا رو از دست داده. پایین‌تر 8 خارجی و فقط 5 به اضافه 1 سهمیه. حرف کاملا درسته. استقلال خارجی بسیار زیادی گرفته و مجبوره یه سری را حذف کنه. قلم قرمز نکونام روی نام دو خارجی. شلاق سسما بر بدن بازیکن استقلال. میدونیم که سسما بدنساز بسیار بسیار خوب و سختگیریه و میتونه استقلالی ها رو برای لیگ آماده بکنه. دردسر تازه برای مهدی. بدبیاری شاهزاده پارسی اینتر. همونجوری که میدونین خب متاسفانه مهدی طارمی مصدوم شده و امیدواریم مصدومیتش هم طولانی نباشه. علل حساب میگن 2 هفته مسی که نمیتونه بازی کنه. حالا امیدواریم به اوایل فصل حداقل برسه، چون که تو بازی‌های دوستانه واقعا مهدی درخشان بوده. بریم سراغ اون تیترای کوچیکی که بالا دارن. تمام ملی پوشان فرنگی برای من قهرمان هستن. حسن رنگرز تا پای جان میجنگیم. همیشه انتظاری که ما از کشتی داریم همینه و انصافا هم همین اتفاق میفته. مشخص شدن حریفان پرسپولیس در لیگ نخبگان. ملاقات دوباره سرخپوشان با رونالدو. احتمالش خیلی زیادی که بهش برخورد بکنن. وعده جدید یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال. استقلال و پرسپولیس نگران ورزشگاه تختی نباشن. از اون وعده سر خرمنایی که میدن دیگه، چون مثل که ورزشگاه تختی هم آماده نمیشه. مسئولیت انتخاب با گاریدوس. الکسیس گندوز 3 ساله بس. 3 ساله هم با یه دروازه‌بان خارجی که نمیدونن چه جوریه بستن قرارداد، یه مقدار ریسکه دیگه. ولی پس معلومه که دیگه خبری از بازگشت بیرانوند به پرسپولیس نیست. شب تلخ هواداران تنیس در پاریس. وداعی اندیماری با دنیای حرفه‌ای. خب اندیماری هم پس مثل رافائل نادال از دنیای تنیس خداحافظی کرده. روزنامه بعدی که با هم بررسی می‌کنیم استقلال جوانه که خب همون میره سراغ تیتر اصلی. به جهت تجلیل از علی جباری و جواد غورا، پیشکسوتان استقلال و هنرمندان دیدار کردند که خب خیلی خوبه همچین چیزایی، همچین مسابقه پیشکسوتان که دور هم جمع شن، یه حال و هوای خوبی داره و برای خودشون هم روحیه سازه. فدراسیون نباید هوای هیچ تیمی رو داشته باشد. محمد نوری گفته که قانون باید برای همه یکسان باشد. این بحث همچنان دعوا سر همون سهمیه خارجی های پرسپولیس که سوخته، ولی به زور و زور چپون میخوان برش گردونن.
بالا مرکز درمانی مورد تایید اقمار قرار نگرفت، کاکوتا باید در مراکز معتبرتری تست دهد. حالا برمیگرده تهران میده دیگه. ستاره جدید آبی ها بس، کاکوتا سه‌شنبه در تهران. بعدش اومده گفته افرادی که با صراحت هواداری هواداریشان از یک تیم را اعلام میکنند نباید به وزارت ورزش نزدیک شوند. آقای رئیس جمهور لطفاً عدالت و انصاف در ورزش، که خب میدونیم مثل یکی از نامزدای وزارت ورزش آذری جهرمیه که یه آفساید پلیسی تیره و خب خیلی مضحکه که همچین کسی بخواد رئیس یعنی وزارت ورزش رو بهش بدن که اون قضیه های سلطانی فر و اون بچهش رو اینا به وجود بیاد. پایین تر نفس استقلالی ها در ترکیه به شماره افتاد، بدن آقای گوشان زیر شلاق بدنسازی که بهتون توضیح دادم. پس از بهبودی نسبی و رضایت جراح، علی چینی از بیمارستان مرخص شد. امیدواریم که حالشون بهتر و بهتر بشه. درخواست منتظر محمد از باشگاه، لطفاً تکلیف من رو روشن کنید. تکلیف منتظر محمد روشنه، باید از استقلال بره ولی باید یه تیمی بخوادش، مثل که مثل رفسنجان هم دنبال منتظر هست، ولی خب باید اونو به صورت قطعی بخره. استقلال هم مسی که میگن رضایت‌نامه‌شو 20 میلیارد اعلام کرده، قراردادش با استقلال فکر کنم هولوش 11 میلیارده، ولی استقلال 20 میلیارد براش رضایت‌نامه گذاشته. بعد ببینیم مثل رفسنجان این قضیه رو انجام میده یا نه. جلوتر نبیل باهویی مخصوصا وحدت هننوف مصدوم نبودن، سهمیه‌های خارجی پرسپولیس طبق قانون تمام است. قانون اینه، ولی خب میدونین دیگه قانون به نفع تیم حکومتی قابلیت خم شدن داره، انعطاف پذیره و میتونه اتفاقای مثبتی براشون بیفته. ببینیم تاج چقدر مرد عمله که میگه که من مساوات رو رعایت میکنم، در حالی که میتونه سقف باشگاه رو افزایش بده، به خاطر درویش نداد، اما الان به خاطر درویش میخواد قانون رو دور بزنه. ببینیم تا چقدر میخواد فدراسیون نشون بده که بی‌طرفه یا نه واقعا طرفدار تیم سوگلی حکومته. بمب اصلی استقلال در یک قدمی انفجار، یامگا در آستانه کسب مجوز پزشکی. احتمال اینکه یامگا تایید بشم خیلی خیلی زیاده که اومدنش میتونه بهمون به شدت کمک بکنه. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم آوای استقلاله، که خب اونجا تیتر اصلی روزهای سخت استقلالی ها فرا رسید، سسما دیر آمد اما نفس بازیکنان را میگیرد. میدونیم که سسما میگم کارش خیلی درسته. این طرف نکونام محکوم به نتیجه گرفتن به دست آوردن دل هواداران، وظیفه خطیر نکونام. خب قشنگ استفاده کرده از این الفاظ کنار هم دیگه. استقلال با هواپیمای اختصاصی در لیگ نخبگان، که این خیلی خوبه که به یه جای رسیدیم که این کارو انجام بدیم. و پایین نوشته فاتحه فوتبال ایران را باید خوان، انا لله و انا الیه راجعون. چرا؟ به خاطر این بحثی که میگن اگر بخوان آذری جهرمی رو بذارن، یه مقدار بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا صبور باید باشیم. برگزاری ال کلاسیکو آسیا قطعی شد، استقلال و الهلال به مسابقه دیگر میرن، که مطمئنم یکی از جذابترین بازیهای لیگ قهرمانان سال آینده هم لیگ نخبگان میتونه باشه و همه آسیا منتظر این هستن و به شدت براش احتمالاً تدارک میبینن و خیلی بازی قراره به صورت جذابی اجرا بشه، حالا چه توی ایران باشه چه توی عربستان. استقلال همچنان در انتظار تست پزشکی کاکوتا بالا، 18 مرداد تصمیم گیری نهایی، آخرین وضعیت ورزشگاه‌های لیگ برتر. ببینید یه بحثی هم که دارم، اون بحث فاتح فوتبال هست، این بحث ورزشگاه‌هام هست. میگن ورزشگاه‌ها خیلی‌هاشون آماده نمیشه، بنابراین لیگ احتمالاً با تعویق باید شروع بشه، که خود امیرخان مسکی گفته بوده که می‌خواستن 25 مرداد حداقل لیگ شروع بشه، ولی احتمالاً عقب‌تر میره به خاطر اینکه ورزشگاه‌ها آماده نیستن. معادلات درباره ستاره استقلال تغییر کرد، اقمار تایید کند، یامگا آبی پوش میماند، که خب خبر بسیار بسیار خوبیه. روزنامه بعدی روزنامه شوت، از بالا راست شروع کنیم، ایمان عالمی سرپرست استقلال میشود. ببینیم این اتفاق میفته یا نه، من فکر میکنم این اتفاق نیفته. والیبالیست های نوجوان ایران جهانی شدند، موفق باشن، ای کاش تو رده‌های سنی بالاتر هم میتونستیم موفق باشیم. بدرقه مربی و کشتیگیران تهرانی به المپیک پاریس، تهرانی و غیر تهرانی نداریم، انشالله همشون بچه ها موفق باشن. کاکوتا با استقلال مشروط قرارداد بست و رفت، مشروط بودنش به خاطر تست پزشکیشه. جشن صعود والیبال نوجوانان در منابه، که قهرمان فکر کنم شدن توی آسیا. این بر تمرین الکس با سرخپوشان، این الکس نیست، این الکسیسه، اسمشو درست بگین، الکسیسه. پرسپولیس حریف بحرینی رو گلباران کرد، حریف بحرینی هم که براتون تو ویدیو قبلی توضیح دادم تو چه لولی بوده، یه تیم بسیار بسیار سطح پایین بوده. عصبانیت گاریدو از حریف تدارکاتی، اگر از به خاطر سطح پایین اون تیم اعتراض کرده نشون میده مربی حرفه‌ایه. حالا باید ببینیم گاریدو عملا در عمل چیکار میکنه. اولین تمرین تیم ملی کشتی فرنگی در محل برگزاری المپیک 2024 با آهنگ مازندرانی، آبروی ورزش ایران وارد
پاریس شد. عکس بسیار عکس جذابی، اون وسط هم حسن رنگرز رو می‌بینین که انگشتشو بالا برده و امیدواره که موفق بشه و شاید داره به قولی از خدا میخواد کمک بگیره. ببینیم چه اتفاقی میفته. البته یادمون نره خدا برای همه است، نه فقط برای ما ایرانی ها که بخوایم ما دعا کنیم و فقط ما نتیجه بگیریم، نه خدا برای همه است. هر کسی بیشتر تلاش کرده باشه تو روز مسابقه، دقت بیشتری داشته باشه، حتما قهرمان المپیک هم میشه. محرومیت 14 کشتیگیر از حضور در لیگ برتر کشتی آزاد، عملکرد کاروان ایران در هفته نخست، دو فینالیست و حذف 16 ورزش. انتظار همین بود، خیلی ما انتظار بیشتری تا اینجای المپیک از تیممون نداشتیم، به خاطر اینکه وضع ورزشمون واقعا خوب نیست. برای ورزشی که خوب هزینه نکنی خوبم نتیجه نمیگیری. مثلا توی ورزشی مثل تیراندازی که خیلی الان اون ورزشکار ترکو بولد کردن که نمیدونم دستش تو جیبش بوده و چه میدونم وسایل نداشته و اینا، همون ورزشکار اون تیری که داره میزنه اگر تو 1000 تا تیر تمرین کنی تا به المپیک برسی یا 100 تا برسی فرق میکنه. وقتی ایرانی ها نمیتونن این هزینه رو بکنن و 100 تا تیر هم حتی بخرن، بنابراین امکانه که نچه بگیرن کمتره، اما توی ترکیه اینطور نیست و اون استایل اون آقا هم همین شکلیه. روزنامه تماشاگر رو بررسی کنیم که به نظر من تیتراشو بسیار بسیار خوب انتخاب میکنه. نوشته دسته دختران. حالا چیه بکم واردش بشی؟ میگه هانیه رستمیان به فینال تپانچه المپیک رسید. ببینیم امروز چی کار میکنن و امروز برای مدال تیر میزنه. موبینا فلاح هم با سخت یک پیروزی در تیر کمان چهره موفق داشت. اینجاشو قبول ندارم. خانم فلاح بازیکنی که برده یه رنگ پایینی داشته. خب میدونین که اول میان یه بحث مقدماتی دارن که رنکینگشون بر اساس امتیازاشون مشخص بشه. ایشون 28 بودن و حریفشون 37 و ایشون کسی رو بردن که خودشون ضعیف‌تر بود و خیلی و اون رو هم تازه با تیر طلایی بردن. بنابراین به نظر من اتفاقا عملکرد مناسبی نداشتن. بازی دومشون هم که به سادگی باختن. و نفر بعدی هم فرزانه فصیحی هم در تماشاگرترین مسابقه المپیک دوید. تیتر کاملا درسته، در تماشایی ترین مسابقه المپیک. تماشایی ترین مسابقه المپیک چیه؟ 200 متر دیگه که سریع ترین آدم پیدا میشه، چه زن چه مرد. خب تو قسمت خانم هم که خانم ما دویده، ولی گرنه توی فکر میکنم 8 نفر ششم شد و فاصله بسیار بسیار زیادی داشت که بخواد به مرحله بعدی صعود بکنه. اما تیت مناسبیه. کلا به نظر من روزنامه تماشاگر که فکر میکنم زیر مجموعه همشهری هم هست، سردبیر درست حسابی داره و حرفه‌ای تر از بقیه میاد و تیتر میزنه. روزنامه بعدی فرهیختگان ورزشیه که به نظر من خیلی حرف جالبی زده. نوشته کاکوتا به استقلال پیوست، سپاهان در آستانه امضا با انزونزی فرانسوی، پرسپولیس گلزن مجارستان به انگلیس را میخواهد برای آبروداری در لیگ الیت. کاملا موافقم. اگر قرار ما با بازیکنای بسیار بسیار بزرگی که تیمای عربستانی و قطری دارن بجنگیم، نیاز به یه همچین بازیکنایی داریم، تازه بازیکنای از این سطح بالاتر. ولی خب ایرانی‌ها یه قسمت دوندگی و به قول غیرت دارن که اون میتونه کمکشون بکنه که مقابل بقیه مقداری جنگندگی بیشتری داشته باشن. هرچند میدونیم، بازم من گفتم، من خیلی امیدوار واقعیتش نیستم. پایینش چی نوشته؟ تیم شاکی خواستار ادامه همکاری با بازیکن عراقی شد، درخواست 20 میلیاردی استقلالی برای رضایت منتظر که توضیحش دادم. آماده سازی ورزشگاه مهم تهران به مرحله استرا رسید. ایرادهای ورزشگاه تختی به این زودی حل نمی‌شود. جلوتر گفته بودم که احتمالاً ورزشگاه ها نمی‌رسه. گاریدو همچنان گزینه‌های باشگاه را رد می‌کند، قرارداد 3 ساله برای پایان دادن به دوران بیرو. مثل که یه سری بازیکن رو دارن هی به گاریدو پیشنهاد میدن و همه رو داره رد می‌کنه، چون فکر کنم تشخیص میده که قضیه دلالیه. و 3 ساله هم که حالا فعلا بستن با این دروازه‌بان برزیلیه، ببینیم واقعا چقدر میتونه تو پرسپولیس بمونه. به افتخار سپاهانی عزیزی که کانال رو دنبال می‌کنن، روزنامه صدای سپاهان بالا شباب الاهلی برای لیگ نخبگان بیتاب است. بسیار بسیار تیم آماده ای و اگر سپاهان بتونه این تیمو شکست بده واقعا باعث افتخار ایرانه. ببینیم چه اتفاقی میفته. برایان دابو از حضور در ایران و اصفهان خوشحالم، از حالا به بعد باید برای جام‌های بیشتر بجنگیم. ایران یک تمدن بزرگ است. خوشحالم از حرفایی که زده. من خودم بازی برایان دابو رو بسیار بسیار میپسندم و یه هافبک دفاعی هست شبیه اونایی که مقدار فوتبالای قدیمی تر میبینن میتونن کامنت بذارن. شبیه ماکلله نیست، چون ماکلله قدش کوتاه بود. این شبیه پاتریک ویرا بازی میکنه از نظر من. دوست دارم نظر شما را بدونم. بالا هادی محمدی، سپاهان بهترین باشگاه ایران است، جوانان با کیفیتی به سپاهان آمدن. جمله دومش رو قبول دارم، ولی اینکه سپاهان بهترین باشگاهه
از نظر اصولی مدیریت کردن بله، ولی خب بهتره بعد ببینیم بالاخره نظر چیه. قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی برای دیدار سپاهان شعب اهلی به اصفهان میروم، نمیره سپاهان رو ببره. پایینش میگه میخواهم از امکانات و چمن نقش جهان بازدید کنم. طبق یه فاجعه‌ای که اتفاق افتاده توی کشور ما، الان ورزشگاه آزادی نمیتونه میزبان بازی ایران و قرقیزستان باشه تو اولین بازیمون تو مقدماتی جام جهانی و بعد بریم توی نقش جهان بازی کنیم. مردم اصفهان میتونن از بازی تیم ملی لذت ببرن و ورزشگاه رو پر کنن. نیکبخت واحدی رضایان مستقیم از پرسپولیس به استقلال نرفت، رامین یاغی محسوب نمیشود. تا حد زیادی من باشون موافقم. اینجا جالبه، بر اساس اخبار برخی رسانه‌ها پست وزارت ورزش به محمد جواد آذری جهرومی پیشنهاد شد، اما وی تاکید کرده که در این وزارت اصل بی‌طرفی در ورزش حائز اهمیت است و او به علت علاقه شدید به باشگاه پرسپولیس نمیتواند در این از این منظر این مسئولیت را بپذیرد. خیلی کارش درسته، پس اقدام قابل ستایش آذری جهرومی. آفرین، یه آدم با شخصیت پیدا شد تو مسئولین بالای کشور که رعایت حق و انصاف رو بکنه. امیدواریم یه سلطانی فر دیگه هیچ وقت به وجود نیاد. و بریم سراغ روزنامه اینترنتی فوتبالز که در مورد خانوما صحبت میکنه و دو تا خبر بسیار 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 مهم داره. سلیمانی امروز به ساختمان صعود میرود، کاری نداریم. اینجا سانعی جدیترین گزینه تقویت کادر فنی تیم ملی و در مورد حالا تیم فوتسال صحبت کردم. ببینیم جام جهانی فوتسال زنان سال آینده اواخر 2025 قراره برگزار بشه و قبل از اونم جام ملت‌های آسیا برگزار خواهد شد که خب ایران تا حالا دو دوره مسابقات شرکت کرد، دو دوره مسابقات کلا بوده، هر دو دوره رو ایران قهرمان شده، هر دو دوره ژاپن دوم شده، هر دو دوره تایلند سوم شده و همه ایران قدرت مطلق فوتسال آسیا در قسمت زنان میدونن و خیلی‌ها میگن حتی تو جهان هم میتونن قهرمان بشن که بعد ببینیم واقعیت چیه. خودم خیلی منتظرم که سال آینده میلادی شروع بشه، اول تو جام ملت‌های آسیا که خب حالا احتمال 99% با قهرمانی ما تموم بشه و خودمونو برسونیم به جام جهانی و ببینیم تو جام جهانی فوتسال زنان چیکار میکنیم. به شدت به این قضیه خود من امیدوارم. این تیتر هم بسیار بسیار تیتر مهمیه. خانم ایران دوست خداحافظی کرد، احتمال انحلال تیم دختران شهرداری سیرجان. اون بالایی مهمه. خانم ایران دوست سرمربی تیم ملی ایران بودن قدیما و خودشون هم یه تیم لیگ برتری داشتن و الان خیلی بحث است که ایشون یا سرمربی استقلال میشه یا سرمربی آفساید پلیس توی لیگ زنان. البته باز توی لیگ زنان هم من دیگه به اونا آفساید پلیس نمیگم، پرسپولیس میگن، چون الان گل ناسالمی زده نشده که به نفعشون بخوان بگیرن، برای همین خب با به پرسپولیسیا تو لیگ بانوان هم بهشون میگیم پرسپولیس. بعد ببینیم خانم ایران دوست چه تصمیم میگیره. میگن تصمیمش هم احتمالاً جنجالی خواهد بود و ببینیم این تصمیم بزرگ بالاخره به کجا میرسه، چون به نظر من تیمی که ایشون انتخاب بکنه قطعاً یک تیمایی که تو کورس قهرمانی قرار میگیره. اینم از روزنامه‌های ورزشی امروز که خب تازه در اومد و منم براتون اجرا کردم. امیدوارم راضی باشین و دوست دارم نظرتون رو هم در مورد تیترهای مختلف بدونم و اگر فکر می‌کنین روزنامه دیگه‌ای شایسته هست که من بررسیش بکنم اسمشو بگین تا من بتونم اونم بررسی بکنم که یه ویدیو کاملی باشه که تمام اتفاقات ورزشی ایران نه فقط فوتبال رو بتونم هر روز صبح براتون دوره بکنم.